همزمان با شروع دوباره تحریم‌های آمریکا، جمهوری اسلامی و لابی‌های خارج از کشوریش فعالیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین تأثیرگذاری روی افکار عمومی غرب را افزایش دادند. در این راستا سفارت جمهوری اسلامی در لندن یک جلسه با شرکت تجار ایرانی و بریتانیایی و وابستگان رژیم برگزار کرد که در آن جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا و همچنین نورمن لامونت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس علیه تحریم‌ها سخنرانی کردند. و از کشورهای اروپایی خواستند تا در مقابل آمریکا بایستند و روابط اقتصادی و بازرگانی خود با ایران را ادامه دهند. جک استرا گفت که تحریم‌ها توان دسترسی مردم به دارو را کاهش می‌دهد و در نتیجه جان شهروندان ایرانی را به خطر می‌اندازد. Straw also called impending new US sanctions vindictive, saying they target poor Iranians specifically by reducing their buying power and denying them life-saving medicine. این جلسه بخشی از کارزار رژیم تحت عنوان دیپلماسی تجاری است که در سالهای اخیر به شدت فعال شده است. که در این چارچوب دولت و مافیاهای اقتصادی رژیم در همکاری با محافل تجاری و اقتصادی بریتانیا و اروپا یک لابی منسجم و گسترده را به پیش می‌برند و نقش بسیار مهمی نیز در تبلیغات رسانه‌ای به نفع رژیم دارند. من جمله همین کارزار اخیری که توسط دولت روحانی به راه افتاده و کمبود دارو در کشور را ناشی از تحریم‌ها معرفی می‌کند. در این گزارش فعالیت گروه جک استرا و نورمن لامونت و همچنین فروم اروپا و ایران و رئیس آن اسفندیار باتمانقلیش و همکاران آمریکاییش در پیشبرد این لابی را بررسی می‌کنیم. نخست اجازه بدهید دو چهره اصلی این لابی یعنی نورمن لامونت و جک استرا را معرفی کنم. لامونت سال‌هاست که رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس است. وی نماینده مجلس عوام بود و در دهه 90 میلادی به مدت 3 سال در کابینه جان میجر پست وزارت دارایی بریتانیا را به عهده داشت. پس از آن لامونت وارد فعالیت‌های بخش خصوصی شد و شروع به همکاری با محافل و تجار ایرانی کرد و یکی از مدیران شرکت معروف بالی در انگلستان شد. صاحبان شرکت بالی وحید و حسن علاقمند هستند که بسیار ثروتمند و بانفوذند. شرکت بالی در سالهای 2008 تا 2010 به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا و ارسال چند فروند هواپیمای بوئینگ به ایران توسط خزانه‌داری آمریکا مجازات شد و بیش از 15 میلیون دلار جریمه پرداخت. جک استرا وزیر خارجه سابق بریتانیا و از طرفداران سرسخت مماشات و دوستی با رژیم ایران است. وی تا سال 2015 نماینده مجلس از حزب کارگر بود. جک استرا به دریافت پول و لابی به نفع این آن معروف است و در یک مصاحبه به یک نفر گفته بود که در ازای روزی 5000 پوند برایش لابی خواهد کرد. در سال 1392 که حسن روحانی رئیس جمهور شد و رژیم تلاش زیادی برای کاهش تحریم‌های اقتصادی و وادار کردن کشورهای اروپایی و آمریکا به نرمش در مذاکرات هسته‌ای داشت، نورمن لامونت و جک استرا در هماهنگی با رژیم یک کمیته به نام گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس انگلستان به راه انداختند که شامل تعدادی از نمایندگان از احزاب مختلف و همچنین جرمی کوربین از حزب کارگر بود. این یک لابی رسمی به نفع رژیم بود و اولین اقدام این کمیته مسافرت یک گروه 4 نفره شامل استرا و لامونت و کوربین به تهران در ژانویه 2014 بود که با مقامات رژیم و نمایندگان مجلس دیدار داشتند. در بازگشت به لندن این افراد به کمک محافل تجاری بریتانیای اروپایی لابی گسترده و کارزار رسانه وسیعی برای رفع تحریم‌ها به راه انداختند و در اکتبر 2014 با حمایت دولت روحانی یک کنفرانس بزرگ در لندن با شرکت مقامات و رهبران مافیاهای اقتصادی رژیم و همچنین رؤسای کمپانی‌ها و بانک‌های غربی برگزار کردند تا دیپلماسی تجاری رژیم را به پیش ببرند. برگزاری کنفرانس لندن زمینه‌ساز یک تشکیلات جدید به نام فروم اروپا و ایران شد تا هر سال این کنفرانس را برگزار کند و ارتباط با کمپانی‌های بزرگ را حفظ کرده و لابی به نفع رژیم را به پیش ببرد. طی 4 سالی که از کنفرانس لندن می‌گذرد، فروم اروپا و ایران هر سال یک کنفرانس در ژنو و زوریخ برگزار کرده که در آن وزرای دولت روحانی، رؤسای بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی
و تعدادی از رؤسای کمپانی‌های غربی و برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نیز شرکت داشتند. این باربارا اسلوین، کارشناس مؤسسه اتلانتیک و یکی از مهمترین افراد لابی رژیم در آمریکاست که یکی از جلسات فروم اروپا و ایران را مدیریت می‌کند. اسلوین همکار نایاک است و وبسایت المونیتور در آمریکا را مدیریت می‌کند و نقش بسیار مهمی در فریب افکار عمومی آمریکا به نفع رژیم دارد. یکی از رایج‌ترین شیوه‌های دروغ پراکنی به نفع رژیم انتشار نظرسنجی‌های جعلی است که گویا بازتابی از نظرات مردم ایران است. همکاران فروم اروپا و ایران نقش مهمی در تولید و انتشار این نظرسنجی‌های دروغین دارند. این امیر فرمانش رئیس مؤسسه ایران پل است که در ایران دفتر و دستک دارد و تحت نظر نهادهای امنیتی به جعل نظرسنجی به نفع رژیم مشغول است. فرمانش با فروم اروپا و ایران همکاری می کند و در اینجا در کنفرانس سالانه فروم یکی از نظرسنجی‌های جعلیش را ارائه می کند. این نظرسنجی‌ها در آمریکا توسط ابراهیم محسنی و به کمک محافل طرفدار مماشات پخش می شود. این جلسه ایست که در فوریه 2018 توسط باربارا اسلوین در مؤسسه آتلانتیک تشکیل شد تا ابراهیم محسنی یکی از این نظرسنجی‌های جعلی مؤسسه ایران پل را ارائه کند. در این نشست اسفندیار باتمانقلیش رئیس فروم اروپا و ایران از لندن از طریق ویدیو شرکت داشت. من در گزارشات متعدد این نظرسازی‌ها و دروغ‌هایشان در مورد محبوبیت رژیم، رضایت مردم از نظام، دموکراسی و حقوق بشر در ایران و حمایت قاطع مردم از ولی فقیه و سیاست‌های نظام را معرفی کردم. نظرسنجی‌هایی که به طور وسیع توسط محافل و رسانه‌های طرفدار مماشات در آمریکا و اروپا منتشر می‌شوند. لابی‌های رژیم در خارج از کشور من جمله همین حلقه لندن از چند هفته پیش کارزار تبلیغی جدیدی به راه انداختند که گویا کمبود دارو در کشور و فقر و فلاکت مردم نه به دلیل اقتصاد مافیایی و فساد گسترده در نهادهای دولتی بلکه به دلیل تحریم‌های آمریکاست. این دروغ پراکنی ها که برای بیگناه جلوه دادن رژیم ایران است، مشارکت در جنایات رژیمی است که مافیاهای آن ثروت کشور را غارت می کنند و سرمایه های ملی را خرج لبنان، سوریه، عراق و یمن و ماجراجویی های منطقه‌ای می کنند و آنچه برای این رژیم و دلالان خارج از کشوریش هیچ اهمیتی ندارد، سلامت و رفاه مردم ایران است.